Selam, vakit bakhayr. Ümitli xub başını səhət mən. Səhət şom səhət fiyasım. Dərinə məsəl səvədər. Səhət CCTV. Oyə sol tolbərtən peş omada ki miqdar bakabı ki interiak sistemi sərmanız mə dərim çi miqdar nigahdari məşə və da zu overrayt məşə. Və yə ki çətər mətənim mə hesab bəkənim ki miqdar istoric bə miqdar istoric ki zərrət dərim bərə çən kamra çi miqdar است. ما امشب میخوایم در رابطه با استوریج کالکولیتر صحبت کنیم که استوریج کالکولیتر وظیفه‌ش این است که حساب بکنه برای ما چه مقدار چینل کمری که ما استفاده میکنیم داریم و چه مقدار هارد درایو ضرورت داره و یا ای که اگر ما هارد دیسک مشخصی داریم کمرای مشخص داریم برای ما نشان میده که چه مقدار بکاپ دو هارد درایو ما ذخیره کرده میتونیم. این استوریج کالکولیتر به دو سیستم استفاده میشه، یک دیدشون اپلیکیشن هاست، یعنی اپلیکیشن هاست که روی سیستم ها انستال میشه، این کار انجام میشه و یکی از پلتفرم های آنلاین. ما امشب میخوایم اول پلتفرم آنلاین شو ببینیم. ما گوگل کروم کمتر خود باز میکنم، به اینترنت در صفحه گوگل میرم، بعضو در قسمت سرچ استوریج کالکولیتر نشته میکنم و اولین لینکی که برام باز میکنه از کمپانی سیگیت است، با اعتبار بیشتر و بازدید بیشتر. کمپانی سیگیت کمپانی آمریکایی است که در کار ساختن هارد درایو است. وقتی لینک ما باز میکنیم با یک صفحه جدید مواجه میشیم که در این صفحه توضیحات را از ما میخواهد که ما با دادن توضیحات بر ما سیستم این میگه که ما چه مقدار استوریج ضرورت داریم و به خاطر چقدر وقت بکاپ. خب این صفحه است. در قسمت اول ما درس های روزانه خوانده بودیم، گفتیم ما فریم ریت و کوالیتی تصویر چیزا را خواندیم، کامپرشن 265 چی است، 64 چی است و یکی EMGPG چی است و مقدار رزولوشن یا کوالیتی که بر ما در گفته کوالیتی میدیم و لاو و های. خب اول بر ما چیزی که از ما پیش ما پرسان کرده یار ما دو حالت کار میتونیم، هم میتونیم بالات گرافیک یعنی به طرف مثبت و منفی کم زیاد بکنیم و هم میتونیم اینجا نوشته بکنیم. به عنوان مثال ما میگم که تعداد کمرایی که ما دارم 32 کمره است. گزینه دو میگه فریم چقدر است، چند فریم است کمرایت. ما در درس های قبلی گفته بودیم که فریم ریت مجموعه عکس ها یا چوکات های عکس است که کمرا به خاطر انتقال به مرکز عکس میگیره و او عکس ها را هر عکس را به عنوان یک فریم حساب میکنه. گفتیم که میزان بالا بودن فریم در یک ثانیه به معنای بالا بودن کیفیت تصویر است و نرمال ترین فریم ریت در کمره امنیتی ما گفتیم از 25 فریم تا 30 فریم است. میتونیم فریم ریت خود را افزایش بدیم، میگم فریم ما 30 فریم است. باز میگه که شما در مدت 24 ساعت چند ساعت در روز ریکاردینگ دارین؟ ما میگم که 12 ساعت روزانه کانتینیوز ریکارد است. یکی تفاوت کانتینیوز ریکاردینگ و موشن ریکاردینگ چی است ما در ویدیوهای قبلی توضیح دادیم در بخش استوریج. حالا میگم که چون 12 ساعت روزانه ریکاردینگ هست و یک مدت 4 ساعت دیگر امکان داره شبانه از موشن از تحرکات ریکارد بگیره، میگم در مجموع یک 16 ساعت ما در 24 ساعت ریکارد داریم. گزینه چهارمی است پیش ما میخواد که شما چند روز بکاپ میخواین. این به معنی که از ما این سوال پرسان میکنه که چه مقدار روزی را شما نیاز به دارین که بکاپ داشته باشین. ما میگم که به عنوان مثال من با مدت 45 روز بکاپ ضرورت دارم، یا این ما میتونم به یالت تا حدی که داره یعنی 30 روز 31 روز دارم، من اینجا میتونم نشته کنم که شما با مدت 45 روز ریکارد ضرورت دارم. پنجمین بخش از پیش ما پرسان میکنه که شما استوریجی که استفاده میکنین چه مقدار است، یعنی رزولوشن کمرایتون چه مقدار است. ما میگم 1 مگاپیکسل، کمتر از 1 مگاپیکسل، یا 2 مگاپیکسل، یا 3 مگاپیکسل، یا 5 مگاپیکسل، یا 8 مگاپیکسل که مساوی با 4K رزولوشن میشه. ما میگم که رزولوشن که ما استفاده میکنیم با عنوان مثال 2 مگاپیکسل است. کوالیتی تصویر است پیش ما پرسان کرده که رزولوشن کیفیتتون حتی اگر 2 مگاپیکسل هست با کدام کیفیت، کیفیت میدیم، های یا لا. ما میگم که کیفیتش میدیم است. بخش آخر است پیش ما نویت کامپریشن را پرسان کرده که در کامپریشن ما یکی H264 داریم، H265 داریم که تفاوت دوتا با استفاده استوریج بسیار زیاد است. ما اگر H264 را گفتیم تفاوتش از جمله یه است که میزان استوریج کمتر را میگیره، 65 نسبت به 64، و مقدار پروسسور همچنان کمتر مصرف میکنه. ما را میگیم که شما کامپریشن ما را H265 حساب بکنید. میدید در H265 و H264 تفاوت زیاد داره. وقتی ما میگم H265 برای میگه شما 17 ترابایت هارد دیسک ضرورت دارین تا به مدت 45 روز چیکنین ریکارد داشته باشین. حالا میگم که این رکایش میتونم به 30 روز، در 30 روز میگم برای میگه شما 11 روز 11 تیوی هارد درایو ضرورت دارین. خب در 31 روز 12 تیوی هارد درایو ضرورت دارین که میتونین مقداری استوریج دارن
حساب بکنید. و یک مثال دیگه هم کار میکنید که واضح و روشن شود. اولین گزینه از پیش ما پرسان میکنه که چند تا کمره دارین. ما فرض میکنیم که ما 32 کمره نداریم، کمره ما به تعداد 12 تا است. فریمی که ما استفاده میکنیم، کمره ما کیفیتش متوسط تر است، 25 فریم در نظر، 20 فریم در نظر میگیریم. در 24 ساعت ما مدت 16 ساعت ریکاردینگ به من اندازه است، بگیم که 16 ساعت ریکارد بکنم. مقدار ضرورتی که ما ضرورت داریم، میخوایم 3 ماه بکاپ داشته باشیم، این 90 روز میگیم، یعنی 90 روز ما ریکارد داشته باشیم. حالا میگیم کیفیت کمره ما مثلا 3 مگاپیکسل هست و کوالیتی ما میدیم است، کمپرشن ما 265. سیستم بر ما نتیجه را اعلام میکنه که شما تقریبا 14 تی بی، یعنی 14000 جی بی استوریج ضرورت دارین تا بتونین 3 ماه بکاپ از 12 کمره تا داشته باشین. اینا یه حالت ازی چیزی که هست تغییر میکنه نظر به تغییراتی که ما ارمال میگیم که ما 3 ماه ضرورت نداریم، میگیریم 60 روز که 2 ماه شد، میگیم که در 2 ماه ما یک بکاپ ضرورت داریم. حالا ما نیاز بداریم که یک هارد درایو 10 تی بی در سیستم خود نصب کنیم، در صورت کمره ما 12 کمره باشه، به مدت 60 روز ما ریکارد خود داریم. خب اگر باز بخوام یک نمونه دیگه کار کنیم، حالا بگیم که کمره ما 24 کمره است، ما میگه 24 کمره داریم، در 24 ساعت فریم ریت کمره ما 20 فریم مناسب است، ریکاردینگ ما کمتر است، ما فقط در 12 ساعت ریکارد داریم. مقدار بکپی که ما سیستم میخواهیم، مقدار بکپ ما تقریبا حداقل باید چقدر باشه؟ باید 120 روز باشه، 120 روز باشه. رزولوشن کمره ما 2 مگاپیکسل، یا به عنوان مثال 2 مگاپیکسل یا 1 مگاپیکسل، اگر ما 2 مگاپیکسل بگیریم یه چیز متوسط تر میه. حالا سیستم بر ما میگه که شما نیاز به 18 ترابایت، یعنی از 17.63 که ما را 18 در نظر میگیریم، میگیم 18 ترابایت هارد دیسک ضرورت دارین که میتونیم دو تا هارد درایو 10 تی بی که تقریبا 20 تی بی میشه اینستال بکنیم به سیستم خود. یعنی سیستم رو که میخوایم به کمره، اگر کمره ما 24 کمره هست، ما یک دیوایس رو باید خریداری بکنیم، یک دی وی آر یا ان وی آر رو خریداری بکنیم که حداقل دو تا هارد درایو سپورت کرده بتونه، چون هارد دیسک از 10 تی بی به بالا به یک کیت نمیاد. بنان ما باید دو تا هارد درایو استفاده بکنیم، به خاطر ازو نیاز به است که دیسک رو خریداری بکنیم که دو تا هارد دیسک سپورت کرده بتونه. خب این بود از پلتفرم آنلاین که ما سر قضیه میتونستیم با گفتن مشخصات سیستم خود مقدار استوریج کالکولیت بکنیم. خب همچنان یک سری اپلیکیشن های هم وجود داره که ما میتونیم اینستالش بکنیم. خب اپلیکیشن ها رو میتونیم از جمله از کمپانی خود هایکویشن رو دانلود بکنیم، از خود گوگل. ما اینجا صفحه میرم گوگل نشته میکنم، بعد صفحه گوگل نشته میکنم که هایکویشن هایکویشن استوریج کالکولیتر storage calculator. وقتی ما ایرا بزنم یک سری اپلیکیشن ها می هایلوک های تولز در قسمت وقتی در وبسایت های اکویژن مراجعه میکنم، یک اپلیکیشن برام ریکامند میکنه که با عنوان کالکولیتر کار میکنه. ما میتونیم اینو دانلود بکنیم و ازی استفاده بکنیم. ما ایرا قبلا شما از طریق میتونیم دانلود بکنید، ما ایرا قبلا اگر پیدا بتونم دانلود کردیم استوریج نتورک اند استوریج کالکولیتر. شما میتونید از طریق وبسایت از اینترنت دانلود بکنید. ما قبلا دانلود کردیم، دانلود کردگی رو باز میکنم. ای یک اپلیکیشن است. در قسمت ببینید بازم ما اینجا در اکسسوم در کل میتونید پرینت بگیریم. من مثال میرم میگم که تایمنی پروژه نامش باشه، پروژه تایمنی. چینل چند چینل باشه؟ ما میگم که 24 تا کمره داریم، 24 چینل باشه. انکودینگ ببینید قسمت از کامپریژن های چه زیادتر داره، اوجا تنها 65 و 64 65 داشت، حالا 65 پلاس هم داره، میگم 65 پلاس انتخاب میکنم. رزولوشن کمره ای که ما استفاده کردیم، کمره من چقدر است؟ 1920 در 80 تقریبا 2 مگاپیکسل میشه. فریم هم میتونیم فریم خود انتخاب بکنیم، میگم که 22 فریم است رزولوشن و فریم ریتش. کوالیتی هم چیست؟ میدیم است و بیتری دارم که ما استفاده میکنیم تقریبا به کمرای ما 2 مگاپیکسل است، میگم 2048 کی بی. حالا ما وقت ات میگم در قسمت میبینین میگه که توتال چینل 24 تا است، ما 24 تا کمره داشتیم. بندویتی که ما ضرورت داریم 48 ام بی سیستم ما باید بندویت داشته باشه. ضرورت به مقدار هارد درایوی که ما ضرورت داریم
اگر ما ریکاردینگ خدا بگیریم که در 24 ساعت ریکارد نمیگیریم، 13 یا 12 ساعت ریکارد میگیریم، برای ما اینجا نشان میده که شما اگر 4 ترابایت هارد دیسک داشته باشین به مدت 14 روز بکاپ دارین. حالا مگر اینجا میگم که 6 تی بی هارد درایو دارم، سیستم برای ما میگه که شما 22 روز مکمل میتونین سیستمتون ریکارد داشته باشه، یعنی بکاپ داشته باشین. خب این پلتفرمی که نسبت به پلتفرم آنلاین اکثر تفاوت داره که ما میتونیم مکمل روزم ایجا مشخصاتش بگیریم، مقدار هارد دیسک رو اسکیجول بکنیم و حتی بندویت خودم میتونیم چیکونیم حساب کنیم، مقدار زمانی که حتی به اساس روز چقدر ریکارد میکنه، به اساس هفته چقدر ریکارد میکنه، به اساس ماهوار چقدر ریکارد میکنه، برای ما جزئیات نشان میده. حتی میزان بندویت یا مقدار پروسسور که سیستم در نظر میگیره ایرام در نظر گرفته که ما حداقل 48 میلی بندویت باید داشته باشیم که بتونیم چنل رن بکنیم. در قسمت اسپیس شما اینجا میتونین از حالت تی بی و جی بی انتخاب بکنین. اگر ما به حالت جی بی بریم، مثلا برای مثال من 130 جی بی استوریج دارم، برام میگه که 0 روز با این وضعیت کامرا که شما دارین با این مقدار ریکارد بگیرین، یک روز مکمل ریکارد گرفته نمیتن. مال در یک تی بی میاره میره حالت تی بی، میگم که من 10 تی بی هارد دیسک دارم، در 10 تی بی هارد دیسک برام میگه که شما 36 روز ریکارد در سیستمتون میتونه ثبت بشه. ببینونه که به اساس هفته، یعنی 5 هفته رو میتونین، و به اساس روز، به اساس ماه یک ماه. خب ای بود از استوریج کالکولیتر که ما چه رقمی رو میتونیم حساب بکنیم تا بتونیم مشخص کنیم که مقدار استوریج یا هارد درایوی که در اختیار ما قرار داره چه مقدار دیتا بر ما ذخیره میکنه. که ما در ویدیو قبلی گفته بودیم که وقتی سیستم شروع میکنه به ریکاردینگ و بعد از اینکه ریکاردینگش تنظیمات هارد دیسک فول میشه شروع میکنه به اوورراید کردن، پس ما میتونیم یادداشت بکنیم که چه مقدار روزهایی رو ما میتونیم ثبت کنیم. اگر کدوم روز مهم است باید بکاپ بگیریم، چون سیستم بعد از 36 روز دوباره اوورراید میکنه. امید که ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. وقتتون خوش، موفق باشید.